مسی و رونالدو بالاخره هم بازی میشن. رویای جذاب برای تعداد زیادی از هواداران فوتبال در دنیا در حال تحقق است. اتفاقی که میتواند یک سورپرایز جذاب برای هواداران فوتبال باشد. در این راستا عبدالعزیز عصیمی خبرنگار معروف عربستانی اعلام کرد دیوید بکام مالک اینتر میامی به دنبال جذب کریستیانو رونالدو است تا مسی و رونالدو در میامی با یکدیگر هم تیمی شوند. سلام به همه دیوکتیای عزیز. خوش اومدین به کانال دیوکت. این 75مین قسمت از خبر امروزه. امیدوارم دوست داشته باشین و اگه پیشنهاد یا انتقادی دارین برامون کامنت بذارین. وقتی مسی را بیرون می‌کنید این اتفاق می‌افتد. به نقل از دیارو اسپورت، سردبیر اسپورت افول ادامه دار بارسلونا و وضعیت اسفناک این روزهای باشگاه کاتالان را نتیجه روزی می‌داند که خوان لاپورتا فریب پرز را خورد. خیرونا با دو پیروزی بیچون و چرا و زدن 8 گل در 2 بازی گربه سیاه فصل بارسا بود. مهم نیست که مشکلات بارسا امروز با اشتباهات سرخیو روبرتو یا اشتباه آراوخو توضیح داده شود. حقیقت این است که باشگاه بارسلونا تمام رکوردهای گل خورده امسال را شکسته. 3 گل یا بیشتر را در 10 بازی دریافت کرده و بسیاری از آنها نیز تعیین کننده بودند. این افول تصادفی و نتیجه حادثه نیست، بلکه یک بحران ساختاری عمیق را نشون میده که از راه دور میاد. از اون روز سرنوشت ساز 5 آگوست 2021 که بارسا تصمیم گرفت مسی رو در تصمیم شرم‌آور اخراج کنه، بارسا همون زمان در افول بود. ولی روند سقوط به طرز چشمگیری سرعت گرفت. از آن زمان باشگاه خود ویرانگری خود را تسریع کرد. فراتر از پیامدهای اقتصادی، حقیقت این است که خروج ناگهانی و دردناک شماره 10 باشگاه را ویران کرد و زمان نشان داد که اولین پیامد آن خلأ کامل یک رهبر در تیم بود. خروج مسی همچنین به کاهش چشمگیر تمایل ستاره‌های بزرگ برای پیوستن به بارسا و قدرت گرفتن تیم در اروپا کمک کرد. بارسا مدت هاست که مدعی جدی لیگ قهرمانان نیست و حالا در راه از دست دادن قدرتش در لالیگا است. بارسا حالا حتی بهترین تیم کاتالونیا هم نیست. بدون مسی باشگاه توانایی خود را برای جذب ستاره‌های بزرگ و نیز حامیان مالی بزرگ از دست داده و در یک دور باطل سیر می‌کند. امسال دور از نیوکمپ باشگاه بخش مهمی از سرمایه نمادین و احساسی خود یعنی هواداران را نیز از دست داد. بارسا بدون مسی از نظر ورزشی فقیرتر و بسیار بدتر از گذشته شده. اما مهمتر از همه باشگاهی است که شخصیت خود را از دست رفته می‌بیند. با وجود مسی در باشگاه، حتی اگر کم بازی می‌کرد، بارسا قطعاً دچار بحران‌هایی می‌شد. اما آنها به گونه‌ای دیگر از آنها عبور می‌کردند. بارسا با وجود رهبر طبیعی خود، احترام بیشتری می‌گرفت. درآمدهای بیشماری ایجاد می‌کرد و می‌توانست توصیه‌های ارزنده‌ای به مدیریت ورزشی و ریاست باشگاه بدهد. و هواداران ناامیدی فعلی خود را با افتخار داشتن پرچمدار بزرگ جبران می‌کردند. اما لاپورتا او را بیرون انداخت و بخشی از این لجن از آن غبار می‌آید. امروز نه مسی اینجاست و نه با روابط از هم پاشیده دو طرف انتظار می رود که او برگردد. حتی تاریخی برای برگزاری بازی قدردانی از مسی نیز وجود ندارد. کسانی که فکر می کردند قدرت رهبری لاپورتا می تواند جایگزین رهبری مسی شود، در یک دنیای فانتزی و غیر واقعی به سر می بردند. تمام این درامی که بارسا تجربه می کند، نتیجه بیرون کردن مسی بهترین بازیکن تمام تاریخش است. رسمی کاپیتان چلسی همبازی مارسلو شد. با اعلام باشگاه فلومیننزه برزیل، تییاگو سیلوا کاپیتان چلسی به این تیم پیوست و به محض پایان فصل جاری به برزیل رفته و پیراهن فلومیننزه را به تن خواهد کرد. آبروریزی احتمالی برای بارسا. مسی کوچک رئالی می شود. کنار کشیدن بارسلونا از تلاش برای جذب یک پدیده برزیلی که از او به عنوان جانشین مسی یاد می شود باعث شده او به رئال مادرید نزدیک شود. سایت گل برزیل امروز مدعی شد بعد از کنار کشیدن بارسلونا مسی کوچک در یک قدمی پیوستن به رئال مادرید قرار گرفته. اگر انتقال او به رئال عملی شود، هواداران بارسا از مدیران باشگاهشان عصبانی خواهند شد. در قرارداد میسینیو و پالمیراس بند آزادسازی 45 میلیون یورویی وجود دارد که با احتساب مالیات در برزیل به حدود 55 میلیون یورو خواهد رسید.
سایت گل برزیل مدعی است رئال در مذاکره با مدیران پالمیراس به پرداخت این مبلغ چراغ سبز نشان داده. صدای هواداران یونایتد درآمد. این بازیکن را بفروشید. هواداران منچستر یونایتد خواستار فروخت شدن کاسمیرو پس از عملکردش بر روی گل اول کریستال پالاس شدند. هواداران یونایتد در رسانه‌های اجتماعی از نمایش کاسمیرو خشمگین شدند و برخی از آنها در پست‌هایی خواستار فروش این بازیکن در تابستان شدند. هواداری نوشت: کاسمیرو باید فروخته شود. او افتضاح است. هوادار دیگری نوشته: اولیسه همین الان به فوتبال کاسمیرو رو پایان داد، او را بفروشید. یکی از کاربران نوشت: اولیسه کاسمیرو را به خانه فرستاد. کاربری نوشته: بعید از کاسمیرو تا آخر عمرش این تحقیر را فراموش کند. هواداری در این مورد گفت: کاسمیرو مثل یک بازیکن بی تجربه تکل زد و بقیه هم مانند او افتضاح بودند. واقعا نمیدانم تنهاخ با آنها چه میگوید. در بازی امشب منچستر یونایتد با یک عملکرد فاجعه بار با نتیجه 4-0 به کریستال پالاس باخت و در رده هشتم ماندگار شد. اتلتیکو درها را باز کرد. خداحافظی ژائو با بارسا. بارسا حاضر نیست 60 میلیون یورو به اتلتیکو برای ژائو بدهد و باشگاه مادریدی نیز فعلا تمایلی برای قرض دادن مجدد او ندارد. رقم مد نظر اتلتیکو برای فروش ستاره پرتغالی حدود 60 میلیون یورو است. قیمتی که برای بارسا بسیار پیچیده به نظر می‌رسد. طبق ادعای آس در این شرایط بازگشت فیلیکس به اتلتیکو بسیار محتمل است. به یاد داشته باشیم که اتلتیکو مادرید 127 میلیون یورو برای این بازیکن به بنفیکا پرداخت کرده و بنابراین آنها نمی‌خواهند او را ارزان از دست بدهند. بازیکن سابق بنفیکا قبل از انتقال به بارسا تا سال 2029 قراردادش با اتلتیکو را تمدید کرد. انتخاب جذاب لورکوزن. ژابی ستاره لالیگا را می‌خواهد. بایر لورکوزن به جذب الکس گارسیا ستاره خیرونا علاقه دارد. این تیم به ستاره‌های زیادی وابسته است که یکی از آنها الکس گارسیا در خط هافبک است. او با نمایش‌های فوق‌العاده‌اش در این فصل توجه بسیاری از باشگاه‌های بزرگ را به خود جلب کرده که به نقل از اسپورت یکی از آنها بایر لورکوزن قهرمان بوندسلیگا است که در حال جستجو برای تقویت خط هافبکش است. لورکوزن می‌خواهد برای حضور قدرتمند در فصل آینده لیگ قهرمانان اروپا تیمش را تقویت کند و پستی که در اولویت قرار دارد خط هافبک است. آنها در جستجویشان به استعداد خیرونا رسیدند که میتواند برای پیوستن به قهرمان بوندسلیگا به آلمان برود. ستاره فرانسوی بازیگر شد. پل پوگبا که به دلیل دوپینگ با محرومیت سنگین مواجه شده بازیگر شده. نشریه لوپاریزیان این خبر عجیب را تایید کرده که این فوتبالیست در کمدی جدیدی حضور دارد و اولین فیلم خود را بازی خواهد کرد. این بازیکن بعد از ظهر امروز در حال فیلمبرداری صحنه‌هایی از این فیلم در ورزشگاه نیس دیده شد که قرار است در 9 آوریل سال آینده اکران شود. فیلم قبلی این کارگردان با عنوان زروستری در سال 2002 1.2 میلیون بیننده جذب کرد. بنابراین انتظار می رود که اولین حضور پوگبا در این فیلم هم با استقبال خوبی مواجه شود. پوگبا در این فیلم قرار است نقش مربی فوتبالیست های جوان را بازی کند. این رسانه فرانسوی تایید کرد که پوگبا از این نقش رضایت زیادی داشته و به عنوان یک فوتبالیست از حضور در این پروژه لذت برده. روزهای سیاه بایرن. تنهاخ هم گفت نه. شبکه ESPN به نقل از منابع خود مدعی شد اریک تنهاخ به بایرن مونیخ پاسخ منفی داده و گفته ترجیح می‌دهد در منچستر یونایتد بماند. شبکه ESPN در گزارشی اعلام کرد از منابع خود در یونایتد دریافته که این شایعات واقعیت دارد و بایرن مونیخ حتی با تنهاخ تماس گرفته و خواهان به کارگیری او به عنوان سرمربی شده. بایرن مونیخ از زمانی که توخل اعلام کرد در پایان فصل خواهد بود، ابتدا ژابی آلونسو را در نظر گرفت و بعد از او به سراغ یولیان ناگلزمن و رالف رانگنیک رفت. ولی هر سه نفر به بایرن جواب منفی دادند. شبکه ESPN به نقل از منابع خود نوشت که در تماس بایرن با اریک تنهاخ، او پیشنهاد باشگاه آلمانی را نپذیرفته و به صراحت گفته ترجیح می‌دهد به مربیگری در منچستر یونایتد ادامه دهد. تایید شد. جشن قهرمانی رئال در برنابئو خواهد. بعد از اعتراض رئال مادرید به دریافت جام قهرمانی لالیگا در زمین گرانادا، فدراسیون اسپانیا پذیرفت که جام را یک هفته بعد به این تیم اهدا کند. تکذیب رسمی یک شایعه.
پپ به بایر مونیخ نمی رود. نمایندگان پپ گواردیولا به گمان زنی ها در مورد حضور این مربی در بایر مونیخ پایان دادند. در چند روز اخیر شایعاتی درباره احتمال بازگشت او به بایر مونیخ منتشر شده، اما نمایندگان این مربی در بیانیه این احتمال را رد کردند. در این بیانیه آمده، پپ بایر مونیخ را در قلب خود دارد، اما او نمی‌خواهد در این تابستان منچستر سیتی را ترک کند. او بسیار خوشحال است و تا سال 2025 با سیتی قرارداد دارد. بازگشت به بایرن یک گزینه نیست. قول‌های اروپا مشتری ستاره بارسلونا شدند. روزنامه موندو دیپورتیوو خبر داده که چند باشگاه بزرگ اروپایی از جمله چلسی، پاریس سن ژرمن، منچستر یونایتد، اینتر و نیوکاسل علاقه بسیار زیادی به ژول کونده دارند و در حال بررسی شرایط برای ارائه پیشنهاد رسمی به او هستند. ردپای کارداشیان‌ها در دوپینگ پوگبا پیدا شد. به نظر می‌رسد که یکی از افراد نزدیک به کندال جنر دارویی که باعث مثبت شدن تست دوپینگ پل پوگبا شده بود را به او داده است. گفته می‌شود یکی از مواد مصرفی که باعث مثبت شدن تست پوگبا شده توسط شرکتی آمریکایی تهیه شده و فردی به نام گری برکا که یکی از افراد نزدیک به کندال جنر است استفاده از این قرص را به او پیشنهاد کرده تا بتواند سلامتیش را هرچه زودتر به دست آورد. او پیش از این در تصاویری کنار دیوید بکام و کریستیانو رونالدو هم دیده شده بود و حالا نامش بار دیگر بر سر زبان‌ها افتاده. دروغ‌های بازیکنی که رئال را تهدید به مرگ. مارکا امروز نوشت که سرژ گنبری که 2 سال پیش به نوعی ادعا کرده بود نامزد پیوستن به رئال است، هرگز هیچ پیشنهادی از باشگاه مادریدی نداشته. سرژ گنبری به خوبی نمایانگر یک اپیزود از سریالی است که در رئال هرگز علاقه‌ای برای تماشایش نداشتند. ماجرا به 2 سال قبل برمیگردد که نام این بازیکن آلمانی به شدت به رئال مرتبط می‌شد و حتی صحبت از جلساتی در مادرید برای بستن قراردادی بود که هرگز واقعیت نداشت. بعد از 2 سال بازیکن بایرن با انگیزه انتقام و در آستانه بازی برگشت نیمه نهایی لیگ قهرمانان با صدای بلند صحبت از کشتن رئال مادرید کرده. گنبری در ژوئن 2022 مصاحبه‌ای کرد و در آن گفت که اگر به مادرید برود اولین جا برنابئو را برای تماشا انتخاب می‌کند. آن هم در اوج شایعات رسانه‌ای. در آن مقطع حتی یولیان ناگلزمن مربی وقت بایرن نیز به آتش شایعات دامن زده بود، در حالی که هرگز پیشنهادی از رئال برای گنبری وجود نداشت. گنبری یکی از آن بازیکنانی بود که با مطرح کردن نام رئال مادرید تلاش کرده قرارداد بهتری با باشگاهش ببندد. گنبری تنها نیست. این لیست گسترده است و شامل دوشان ولاهویچ، کولوموانی، اکیتیکه، اوسیمن، هاورس، رنان، ایناسیو و حتی کریستیانو رونالدو و سرخیو راموس و واران می شود. اینجا تنها بازیکنی که شایعه انتقالش به رئال درست بود ولی در نهایت محقق نشد، هری کین است. داستان اسرارآمیز یکی از خاص‌ترین توپ‌های طلا. حراج توپ طلایی که مافیا از مارادونا دزدیدند. توپ طلای دیگو مارادونا که او بعد از درخشش در جام جهانی 1986 به دست آورده بود، به زودی به حراج گذاشته خواهد شد. توپ طلای سال 1986 که به دیگو مارادونای فقید اهدا شده بود، سالها گم شده بود. امروز اعلام شد که این توپ طلا به زودی در پاریس به حراج گذاشته خواهد شد و گمان می‌رود با قیمتی چند میلیون دلاری فروخته می شود. توپ طلای گم شده مارادونا به داستانی اسرارآمیز تبدیل شده و در نهایت اعلام شد که یک کلکسیونر این توپ طلا را به شکل اتفاقی پیدا کرده. حراجی اگرتس در فرانسه امروز اعلام کرد توپ طلای 1986 دیگو مارادونا را در ماه ژوئن به صورت مکانیسم حراج به فروش خواهد گذاشت، در حالی که قیمت اولیه این توپ طلا اعلام نشده ولی کارشناسان معتقدند قیمت نهایی آن چند میلیون دلار خواهد بود. مالک فعلی این توپ طلا یک گالریدار معمولی است که آن را به صورت اتفاقی پیدا کرده. جالب اینجاست که توپ طلا تا اواسط دهه 90 تنها به فوتبالیست‌های اروپایی اهدا می‌شد، ولی دیگو مارادونا بعد از درخشش استثنایی در جام جهانی 1986 که باعث شد او عملاً یک تنه آرژانتین را به جام برساند، توپ طلا را دریافت کرد. بعد از درخشش خارق‌العاده مارادونا، فرانس فوتبال به عنوان برگزار کننده مراسم توپ طلا با فیفا و آدیداس
به عنوان اسپانسر اصلی مراسم به این توافق رسیدند که برای مارادونا استثنا قائل شده و توپ طلا را به او تقدیم کنند. فارغ از ارزش ذاتی این توپ طلا، ماجرای عجیب و غریب و اسرارآمیز آن باعث شده به یک توپ طلای خاص تبدیل شود و توپ طلای 1986 توسط دیگو در شهر ناپل در صندوق امانات یک بانک نگهداری می‌شد. ولی در سال 1989 گروهی به آن بانک دستبرد زدند. گروهی که در ایتالیا فاش شد متعلق به مافیای این کشور بودند. از آن زمان بود که توپ طلای مارادونا ناپدید شده و هیچ سرنخی از آن در دست نبود. با اینکه چند نفر از سارقان بعدها مدعی شدند که توپ طلای مارادونا ذوب شده است، ولی فرانس فوتبال این ادعا را رد کرد و گفت توپ طلا از برنز ساخته می شود و نه طلا. در نتیجه فلز به کار رفته در آن ارزشی برای سارقان نداشته. بعد از 26 سال یک کلکسیونر معمولی که تنها نام کوچکش فاش شده و عبدالحمید نام دارد، اعلام کرد که این توپ طلا را در یک گالری به صورت اتفاقی پیدا کرده و به مبلغ اندکی خریداری کرده. این کلکسیونر فرانسوی الجزایری گفت تا چند سال نمی‌دانسته در واقع توپ طلای اصلی مارادونا را در اختیار دارد. او این توپ را در اختیار کارشناسان بررسی آثار هنری تاریخی گذاشت و آنها تایید کردند که توپ طلای در اختیار او همان توپ طلای اصلی مارادونا است. بعد از شکایت‌هایی که در فرانسه علیه عبدالحمید شد، دادگاه این کشور گفت طبق قوانین فرانسه او مالک برحق این توپ طلا است. به زودی عبدالحمید توپ طلای مارادونای بزرگ را به قیمت چند میلیون دلار خواهد فروخت. ممنون که تا پایان ویدیو با ما همراه بودید.